هاشمی رفسنجانی بعد از رد صلاحیتش رفت به ستاد تبلیغات انتخاباتیش. میدونید که تو چند روز اول هفته یه دست فعالای ستاد تبلیغات هاشمی رو بازداشت کردن و به هر حال ستاد هم بعد از رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی رسما تعطیل شد. قبل از تعطیل شدنش آقای رفسنجانی بعد از اعلام خبر رد صلاحیتش رفت به ستاد انتخاباتی و سخنرانی کرد. حرفای زیادی زد که قطعا قابل بررسی است و یک نکته ای رو گفت که به دلیل پیوندش با آنچه محسن رضایی هر روز گفت نقل میکنم. آقای رفسنجانی بعد از اینکه گفت اینا، منظورش کسایی که رد صلاحیتش کردن یا با هر اصطلاحی که میگن نمیدونم جناح اقتدارگرا، که خود آقای رفسنجانی هم دیدم که اخیرا تو صحبتش از این اصطلاح استفاده کرده، به هر حال گفت اینها احتیاج به دشمن خارجی ندارن، مشکلات از درون در حال وقوعه و گفت در مجلس سنای آمریکا دو طرح خطرناک وجود دارد، منتظر انتخابات بودند که تکلیف روشن شود و گویا از این پس فعال می شوند. می خواهند سیستان و بلوچستان و آذربایجان را تجزیه کنند. بعد هم قرار است اگر اسرائیل به ایران حمله نظامی کرد به او کمک نظامی کنند. شاید جنگ روانی باشد، اما به قول علما هر احتمالی برای انسان تکلیف درست می کند. ببینید درباره سیستان و بلوچستان بنده اطلاعی ندارم که سخنی گفته شده باشه، اما درباره آذربایجان حدود 9 ماه پیش توی ماه اوت 2012 وقتی هیلری کلینتون وزیر خارجه بود، یکی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا نامه‌ای نوشت به خانم کلینتون که همون موقع صدای آمریکا گزارش داد. گیتا آریان از صدای آمریکا سوال میکنه. رورر باکر عضو مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای در اوت 2012 به هیلری کلینتون نوشته است که در جمهوری آذربایجان گرایش‌هایی برای ضمیمه کردن استان آذربایجان ایران با آن کشور هست. موضع دولت آمریکا در این باره چیست؟ ویکتوریا نولند سخنگوی وقت وزارت خارجه میگه نامه رو دریافت کردیم، پاسخم داده شده و بعد میگه ما الان وارد جزئیات اون پاسخ نمیشیم. گیتا آریان مجددا سوال میکنه که آیا نظر دولت آمریکا به هر حال در این باره چیست، که ویکتوریا نولند پاسخ داد که نظر دولت آمریکا رو در این باره میدونید، که یعنی به وضوح منظورش این است که دولت آمریکا مایل است که تمامیت ارضی همه کشورها حفظ بشه. این جمله که عرض می‌کنم دولت آمریکا مایل است که تمامیت ارضی همه کشورها حفظ بشه، در واقع جمله است که بارها و بارها توسط سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و سخنگوی کاخ سفید تکرار شده، به ویژه در پیوند با ایران. اما درباره احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران، چهارشنبه همین پریروز قطعنامه در سنای آمریکا تصویب شد که البته عمل به اون طبق همین قطعنامه الزامی نیست، یعنی یک قطعنامه نمادین و سمبولیک. به اصطلاح در متن قطعنامه آمده است در صورتی که اسرائیل ناگزیر شود که برای دفاع مشروع از خود علیه برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران اقدام نظامی کند، دولت آمریکا باید بر پایه قانون آمریکا و مسئولیتی که قانون اساسی برای مجوز استفاده از نیروی نظامی در اختیار کنگره گذاشته، از دولت اسرائیل در دفاع از خاک این کشور، مردمش و موجودیتش حمایت دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی کند. در ادامه اون سطر پایانی که دیدید آمده است که از این قطعنامه هیچ گونه تعبیر مجوز استفاده از نیروی نظامی یا اعلان جنگ نباید بشود. عرض کردم این قطعنامه سمبولی که به هر حال شاید حالا هر دلیلی که داره این قطعنامه داده شده، منم هیچ تفسیرش نمی کنم. آقای رفسنجانی تو ستادش به این موضوع که من خوندم بخشی از صحبتش رو عیناً و به وضعیت اقتصادی کشورم میپردازه و به ضرورت مهار کردن گرانی ها و سامان دادن به این اقتصاد فروپاشیده فعلی. همین موضوع ها رو محسن رضایی نامزد تایید صلاحیت شده شورای نگهبان مطرح میکنه، البته با بیان خاص خودش. ما
کانترین انگیزه من این است که اجازه ندیم یه بار دیگه خرمشهر سقوط کنه، یعنی تحریم‌های اقتصادی و فشارهای اقتصادی که روی مردم هست رو من یه خطر می‌دونم. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوعهای کلیدی برنامهش در واقع همون چیزی است که اینطوری که خودش گفت، همون چیزی است که رفسنجانی اگر رئیس جمهور میشد میخواست پیش ببره. حالا اینکه چقدر اینا شعاره و یا چقدر اصلا رئیس جمهور در تعیین سیاست و استراتژی کشور نقش داره، اون بحث دیگری است. یک نکته رو اضافه بکنم که اگر بخوایم در بین نامزدهای کنونی تعیین صلاحیت شده ها ببینیم اون کسی که در واقع نزدیکتر است به رفسنجانی، که جنجالی ترین، جنجال برانگیزترین اگر درست بگم نامزد رد صلاحیت شده توسط شورای نگهبان بوده، همین محسن رضایی. محسن رضایی اسم اصلیش هست سبزوار رضایی میرقائد، 59 ساله، متولد روستای بنوار اطراف مسجد سلیمان. پدرش نجف میرقائد چوپان بود، لور بختیاریه. تو شهرستان کوچک لالی میره مدرسه. سال 49 یا 50 میره هنرستان صنعتی شرکت نفت. اونجا یه گروه مذهبی علیه رژیم شاه درست میکنن که با سه گروه مشابه دیگه وحدت میکنن و اسمشو میذارن جمعیت منصورون، که از گروه های کوچیک متمایل به مشی مسلحانه بود. ظاهرا که بعد از انقلاب با چند تا گروه اسلامی دیگه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رو درست کردن. آبان 52 ساواک با چند تا دیگه از اعضای منصورون دستگیرش میکنه و حدود 3 ماه زندان بوده. میاد بیرون، تو کنکور شرکت میکنه و دانشگاه علم و صنعت قبول میشه. میاد تهران. دوره دانشجویی همزمان به عنوان تکنسین برق تو شرکت ایران تایر و بعد کارخونه ارج کار میکنه. 21 سالشه که ازدواج میکنه تو همون تهران، محله نارمک. تو انقلاب از اعضای فعال کمیته ها و بعد سپاه. سال 1358 سپاه به ترکمن صحرا حمله میکنه و خشونت و خونریزی زبانزدی در گنبد اتفاق میفته. همزمان تو تلویزیون برنامه میذارن برای بررسی موضوع، که تو اون برنامه رئیس جمهور بنی سعد و چند نفر از رهبران سازمان فدایی بودن به اضافه محسن رضایی و چند تا دیگه از مسئولای سپاه. شما سپاه پاسداران را متهم میکنید که با فودالا در رابطه است؟ سپاه پاسداران اگر چنین بود که آمریکا از اون وحشتی نداشت. در سایت انتخاباتی محسن رضایی سال 88 نوشته شد در شهریور 60 حضرت امام محسن رضایی را احضار کرد و در دیدار کوتاهی که در حیات خانه حضرت امام برگزار شد از این جوان پرسید شما الان چند سال دارید؟ او گفت 27 سال. امام گفت تصمیم گرفتم، حکم فرماندهی کل سپاه را برای شما می نویسم، بروید کاری برای جبهه ها بکنید. چند ساعت بعد حکم حضرت امام خمینی خطاب به محسن رضایی صادر شد و او را به عنوان فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی کرد و به این ترتیب نام او در شناسنامه تغییر یافت. محسن رضایی میرقائد، شماره شناسنامه 1172 صادره از مسجد سلیمان، نسخه المثنا. محسن رضایی اطلاعات سپاه را میندازه و با صراحت میگه که الگوشو از ساواک دوره شاه گرفته. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و در و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. خیلی کار شجاعانه ای میخواست، چون اون موقع هنوز اون نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه را انداختیم، تو خود سپاه میگفتن برادر محسن اومده آنتن بپا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفیکاری بوده. خب سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کردیم. 8 سال جنگ فرمانده سپاه بود و تو اون مدت البته سپاه بد رو درست کرد که به گفته خودش 50%شون از اسرای عراقی بودن. سپاه بد شاخه از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران شد، شاخه نظامی مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق که میدونید بزرگترین فراکسیون مجلس عراق بعد از سرنگونی صدام شد. محسن رضایی از نزدیکترین آدم بود به هاشمی رفسنجانی به دلیل شاید تجربیات جنگ و اینها.
جنگ که تموم شد در جهت سیاست به اصطلاح سازندگی دولت رفسنجانی سال 68 قرارگاه خاتم الانبیا رو درست کرد که مرکزی بشه برای دخالت سپاه در اقتصاد مملکت، که امروز این قرارگاه سپاه بزرگترین پیمانکار پروژه های دولت ایرانه. دوره رفسنجانی دوره فعالیت های گسترده تروریستی جمهوری اسلامی هم هست. سال 73 مرکز یهودیان بونس آیرس آرژانتین منفجر میشه و 85 نفر کشته میشن. پرونده قضایی تشکیل میشه تو آرژانتین. 13 سال تحقیق طول میکشه. دستگاه قضایی و دولت آرژانتین حکومت ایران رو طراح و مسئول اون انفجار اعلام میکنن. جمهوری اسلامی اتهام رد میکنه مثل اتهامای مشابه دیگه. سال 1386 پلیس بین الملل اینترپول حکم بازداشت بین المللی محسن رضایی و چند تا دیگه از مسئولای جمهوری اسلامی رو صادر میکنه. محسن رضایی همچنان در دوره رفسنجانی فرمانده سپاه تا خاتمی میشه رئیس جمهور و محسن رضایی همون ماهای اول از فرماندهی سپاه استعفا میده و به حکم آقای خامنه ای ولی فقیه میشود دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام. پسر بزرگش احمد رضایی میرقائد سال 77 22 سالشه که میره آمریکا پناهنده میشه و شروع میکنه به افشاگری علیه جمهوری اسلامی. تازه قطرهای زنجیره‌ای پاییز 77 اتفاق افتاده و صدای آمریکا با احمد رضایی مصاحبه میکنه. تمام این ترورها و تمام حرکات و تحولاتی که در جمهوری اسلامی اتفاق میفته همه در دفتر خامنه ای تصمیم گیری میشه در موردش، حتی کارهای تروریستی در سایر نقاط دنیا ایشون هستش که تصمیم میگیره با مشورت آقای هاشمی رفسنجانی و در مورد آقای فروهر، در مورد آقای مختاری، در مورد سایر کسانی که به قتل رسیدن با نظر مثبت خود ایشون بوده و دستور خود ایشون بوده که اینها رو به یک شکلی بکشن و بعداً اینو بندازن گردن یک سری آدم‌های کجندیش یا تندرو که به یک شکلی از گردن خودشون این موضوع آزاد بشه، در حالی که تمام این افرادی که قاتلینی که برای این موضوع اقدام کردن همه اینا در دست این حکم شرعی داشتن، اجازه داشتن که اگر روزی اتفاقی هم براشون بیفته خودشونو به کشورهای دیگه برسونن یا در همون ایران بتونن زندگی عادیشون داشته باشن، اما مخفیانه. اون چیزی که الان در دل جوانان هست فقط بحث جمهوری اسلامی نیست، فقط بحث خمینی، خامنه‌ای و اینها نیست، بحث اسلام است. شاید 4 سال پیش 5 سال پیش برای جوان‌ها فقط بحث جمهوری اسلامی بود، خیلی ها اعتقاد به اسلام داشتن، ولی امروز بحث از جمهوری اسلامی هم فراتر رفته، بحث به اسلام رسیده و حتی از اسلام هم فراتر به شکلی شده که اصلا هیچ جوانی هیچ علاقه به هیچ دینی نداره. همه جوان‌ها خواهان یک حکومت دموکراسی همانند کشور آمریکا هستند، حکومتی که در اون مردم بر مردم حکومت داشته باشن، نه یک شخص، نه دیکتاتوری، نه شاهنشاهی، نه رهبری، و مردم ایران من مطمئنم که موفق خواهند بود. احمد رضایی پسر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت بود در گفتگو با صدای آمریکا در سال 1377. سایت محسن رضایی در واکنش به این ماجرا نوشت که احمد تحت فشار نیروهای امنیتی آمریکا این مصاحبه رو کرده. غیر از این مصاحبه البته مصاحبه‌های دیگه‌ای هم بود، همه رو گفتن که نیروهای امنیتی آمریکا بهش دیکته کردن. 7 سال بعد از این مصاحبه سال 84 احمد رضایی برمیگرده ایران و پدرش به خبرنگارا میگه احمد مشکلش حل شده و داره زندگیشو میکنه. سال 88 احمد رضایی باز میره آمریکا، با یه تبعه آمریکایی ازدواج میکنه، میخواد برگرده ایران که بهش توصیه میکنن بهتر فلان همون خارج بمونه. سفرهای زیادی به دبی داشت تا 22 آبان 90 پارسال در دبی در طبقه 18 هتل گلوریای دبی که محل اقامتش بود جسدش رو پیدا کردن بعد از 3 روز که از مرگش گذشته بود. وقتی خبر مرگ ناگهانی احمد رضایی منتشر شد 1 سال بعد یعنی 17 آبان امسال وبسایت محسن رضایی نوشت، اون موقع هیچ صحبتی نبود، گفتن خودکشی کرده، اووردوز کرده اینها. 1 سال بعد 17 آبان امسال وبسایت محسن رضایی نوشت بازپرس ویژه قتل تهران اعلام کرد احمد رضایی به قتل رسیده است. همه وسایل شخصی او که ممکن بوده در اونها اطلاعاتی پیدا بشه توسط قاتلان برده شده، میتوان گفت تعمدن برخی از دلایل و مدارک از بین رفته است. خب کی کشتش؟ باورتون نمیشه. ادامه همون مطلب، قاضی پرونده گفت
بر اساس یافته های ما رد پای سرویس جاسوسی اسرائیل موساد در این پرونده به چشم می‌خورد. یعنی از این ماجرای به این واضحی و از قتل پسرش آدم سوء استفاده تبلیغاتی میکنه. چرا این قتل رو نسبت میدن به موساد و همون قصه های قدیمی؟ محسن رضایی 16 ساله که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظامه، همیشه از وحدت نیروها برای حفظ نظام به هر قیمت دفاع کرده. سال 84 که برای اولین بار میشه نامزد ریاست جمهوری، دو روز قبل از انتخابات میگه تشتت آرام میشه و من میرم کنار. سال 88 دوباره میشه نامزد ریاست جمهوری، با موسوی و کروبی و احمدی نژاد چهار نامزدی هستند که از فیلتر شورای نگهبان رد میشن. بعد از انتخابات رضایی میاد تلویزیون و به صراحت میگه تقلب شده به شکل مسخره. حالا ببینید دیگه، شکایت های خودمون رو به شورای نگهبان انجام دادیم. مثلا ببینید، خب الان 170 تا حوزه رأی هست که اینا بالای 95% تا 140% مردم رأی دادن. بیش از 170 حوزه که مردم بیش از جمعیت اون حوزه رأی ریختن تو اون صندوق. همین آقای محسن رضایی باز برای حفظ وحدت نظام میره شکایتش رو پس میگیره و همین آقا باز برای حفظ نظام پسرش رو که میکشن هیچ واکنشی نشون نمیده و برای بستن دهن بستگان و نزدیکان یک صفحه ویژه‌ای فقط گذاشته تو وبسایتش. گرفتاری‌های آقای فرمانده سابق سپاه و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شاید بهش اجازه نمیده که درست روی این موضوع متمرکز بشه، به ویژه که مرکز اقتصادی سپاه رو او راه اندازی کرده. خرداد 91 مهافرید خسروی متهم اصلی اختلاس 3000 میلیارد تومانی در آخرین جلسه دادگاهش گفت آقای میمره از مسئولان مجمع تشخیص مصلحت نظام، یعنی محسن رضایی، در منزلش پارک لویزون، دفترش و در خیابان ظفر با من ملاقات و جلسه هایی را داشته است. من یک هشداری را به این افراد می دهم تا خودشان به دادگاه بیایند و همه چیز را بیان کنند، یا خودشان موضوع را به رهبر انقلاب بگویند که ما برای کمک به دولت جلو آمده بودیم، وگرنه همه چیز را در جلسه بعدی خواهم گفت. جلسه بعدی تشکیل نشد و دادگاه به مهافرید خسروی حکم اعدام داد.